بذارید از همین تیتر برنامه شروع کنیم. این سرکوب گسترده 30 و چند ساله بر علیه شما دلیلش چیه خانم؟ چرا تار موی شما بیشتر از هر سپاه و ارتش و لشکری رهبران سیاسی تهران رو به نگرانی واداشته؟ قبل از اینکه یعنی در زمانی که مسئله انرژی هسته‌ای خیلی داغ بود و خلاصه حق ماست و از اینجور صحبت ها، من به خود به خاطر میارم که خانم آلیا در مجلس گفتش که ما برامون حجاب زنان و پوشش زنان مهمتر است از حتی انرژی هسته‌ای، در زمانی که میلیون ها میلیون دلار که ما اصلا نمیدونیم چقدره خرج انرژی هسته‌ای شده بود، مسئلهش بین المللی بود و دگوهای بین المللی صورت می گرفت، یک زن در واقع راست و محافظه‌کار در مجلس میاد و اشاره به این می کنه که این حجاب برای ما حتی از مسئله هسته‌ای مهمتره. تو جمله های شما یه جمله خیلی جالبی بود، گفتید که جمهوری اسلامی از هر چیزی که کوتاه بیاد از موی زنها کوتاه نمیاد. یک دلیل داره و اون اینه که زنها حالا کاری نداریم که از هیچ چه کوتاه نمیان، ولی از این مو هم کوتاه نمیان و علتش اینه که زنها به خوبی درک کردن و همینطور مردان جامعه ما به خوبی درک کردن که علت در واقع کنترل زنان و کنترل بدن زنان و از مو تا نقش های مختلف اجتماعی که اینها دارن همه به دلیل تبعات و پیامدهای سیاسی و اجتماعی و در واقع همون مسئله‌ای که شما عنوان کردین، یعنی قدرت، کنترل و قدرت و اعمال قدرت روی زنان اگر به کنترل اونها منتهی بشه، تاثیر بسیار بسیار مستقیمی روی کنترل و در واقع تحمیل سلیقه و کلیچه های جمهوری اسلامی به همه مردم داره. من مخاطبان شما رو دعوت میکنم به این که دقیق به این مسئله توجه بکنن که چطور ممکنه که کنترل زنان که از عرصه خصوصی، یعنی از سپهر خصوصی تا سپهر عمومی ادامه داره، چطور ممکنه که جامعه ای رو کنترل بکنه و جامعه ای رو و سیاستی رو در واقع تحت نقش ها و سلیقه ها و کلیشه هایی رو در بیاره که حکومت خواستار اونه برای ادامه قدرت. یعنی بحث اصلا بحث دین نیست، بحث اصلا بحث مذهب نیست، بحث فقط بحث ادامه قدرته و اینکه شما چطوری منابع قدرت رو که به یه حکومتی در واقع اون قدرت رو میده بتونید کنترل بکنید. یکی از اون مهمترین منابع زنان جامعه هستن، به خاطر اینکه زنان هم توی خونه هم بیرون خونه در عرصه های مختلف اجتماعی و سیاسی در هر عرصه‌ای که شما تصور بکنید میتونن تاثیرگذار باشن و میتونن در واقع انتقال فرهنگ بدن. به عبارت زنان به دلیل اینکه بیشترین ارتباط رو مثلا با کودکان خودشون دارن، با همسران خودشون دارن، با تو حوزه روابط سیاسی اجتماعی و همینطور تو هر جایی که هستن دارن، بهترین در واقع هدف هستند که اگه بتونن اونها رو بر فکرشون مسلط بشن و فکرشون رو کنترل بکنن، میتونن به عبارتی، خود شما استاد جامعه شناسی سیاسی هستید و بهتر از من میدونید که چطور میتونن این فرهنگ پذیری و جامعه پذیری سیاسی رو از طریق زنان بدون اینکه حتی خودشون متوجه بشن به جامعه منتقل بکنن. یعنی یکی از مهمترین حاملان یک فرهنگ و ترویج یک فرهنگ که امروز آقای خامنه‌ای ازش تحت عنوان زندگی اسلامی نام میبره و ترویج زندگی اسلامی، زنان هستن. و اتفاقا یکی از گروه هایی که در مسئله نافرمانی مدنی ایستادگی کردن و در مقابل این در واقع نسخه پیچیده شده ای که سالهاست داره روش کار میشه از درست بعد از پیروزی انقلاب اسلامیشون تا به امروز، زنان هستن. و این به این دلیله که زنان مسئله
کنترل رو فقط کنترل سیاسی هم نمیبینن. این نکته جالبه که میدونن که این کنترل به اون ختم نمیشه و در واقع کنترل زندگیشونه، کنترل تعلقاتشونه، اینکه چطوری میخوان حتی درس بخونن، چطوری میخوان ازدواج کنن، چجوری میخوان به زندگیشون ادامه بدن، رفتار کنن در جامعه. و بنابراین چون میدونن که این یک مقوله‌ایه که با همه وجود اونها و با تمامیت در واقع وجود یک زن ارتباط داره، در مقابلش ایستادن. خب شما میدونید که به هر حال 5 اکتبر 80مین سالگرد آقای هاول بود، کسی که به هر حال یکی از سردمداران مبارزات بیخشونت بود. و من به خوبی این جمله آقای هاول رو به یاد میارم که سعادتی در واقع برای من بود که ایشون رو دیدم، که وقتی من تونتون داشتم درباره مسئله زنان در ایران صحبت میکردم، گفت با اینکه حالشون هم خیلی مناسب نبود گوش میداد، صحبت میکرد، ولی یک جملهش بسیار مهم بود و این بود که گفت پس از قرار تکلیف این دیکتاتوری رو زنان باید مشخص بکنن. و به هر حال به همین دلیله که شما میبینید در حوزه قانونگذاری بیشترین کنترل بر روی زنان هست، بیشترین تبعیض‌هایی که اعمال میشه بر روی زنان هست، بیشترین ترس‌هایی که سعی میکنن در حوزه خانواده، قوانین، فرهنگ، دانشگاه و زندگی به در واقع یک گروه اجتماعی منتقل بکنن به زنان هست. چرا که میدونن ترس، همونطور که گفتم شما خودتون استاد هستید، چرا که میدونن که ترس چه تأثیراتی میتونه رو روحیه فردی و جمعی یک جامعه داشته باشه. یعنی چطور ممکنه که یک جامعه رو رو به انفعال ببره، یک خانواده ای رو رو به انفعال ببره و زمینگیرشون بکنه، حتی وقتی که نیاز به تغییر رو احساس میکنن. در واقع اتفاقی که میفته اینه که اونها بدون اینکه خودشون متوجه بشن سکوت میکنن. به همین دلیل که من خیلی معتقدم که خشونت حتی در بستر خانواده و در حوزه خانواده، مکانیزم هایی که به وسیله قانون اعمال میشه خیلی شبیه مکانیزم هایی هست که قدرت سازماندهی شده و مهندسی شده همون مکانیزم ها رو به شکل دیگه‌ای و مشابه اون در حوزه سیاسی و در واقع حکمرانی داره اعمال میکنه. برای اینکه میتونه این دوتا چقدر به هم مربوطن و چقدر میتونن روی هم تاثیر بذارن. من یک بند صحبت میکنم، عذرخواهی میکنم، خواهش میکنم، نه من خواهش میکنم تو هاشن، فقط میخوام یادآوری کنم که اشاره کردید به آقای هاول. من برای بینندگانمون هم بگم که واتسلاو هاول نخستین رئیس جمهور جمهوری چک هست، بعد از جدایی چک و اسلوواکی از همدیگه بعد از فروپاشی بلوک شرق، و یکی از رهبران مبارزه با اتحاد جماهیر شوروی و از کسانی که چه از بهار پراگ به این سمت به عنوان رهبری برای جنبش‌های مردمی و آزادی‌خواهانه مردم چک اسلوواکی بود و بعدها هم به عنوان نخستین دهمین رئیس جمهور چک اسلوواکی و در خود همون دوره وقتی که چک و اسلوواکی دو کشور جدا از هم شدند، در پراگ به عنوان نخستین رئیس جمهوری جمهوری چک در حقیقت ادای سوگند کرد. برگردیم به شما سرکار خانم. با این گفتن که فقط اینم بگم جمهوری اسلامی جلو خیلی چیزا کوتاه آمده متاسفانه، یا خوشبختانه البته باید گفت، بارها بارها عقب نشینی کرده، از سیاست صدور انقلاب گرفته تا ربا و بانکداری اسلامی، همه اینها میبینیم یکی یکی رنگ باخته. الان آقازاده ها به قدری درگیر تفرعن و تجمل هستند که حتی نمیشه در اونچه که به روایت خود این آقایان از هزار خاندان پهلوی یاد میشد نمونه هاش رو حتی دید، به هزاران برابر بسیط‌تر و گسترده تر. اما وقتی به موضوع زنان میرسیم، آیت الله ها گویی هنوز که هنوز زنان رو با همون تفکری که زن رو جز اموال آدم میدونه مورد در واقع بررسی قرار میدن، چیزی معادل با
حقوق زن قبل از انقلاب سفید در سال 1341 خورشیدی که به زنان حق رأی و حقوق شهروندی اعطا میکنه. فکر میکنید واقعا این نگاه در حوزه های فقهی ایران که زیرساخت فلسفه سیاسی جمهوری اسلامی رو ایجاد میکنه وجود داره و از همین رهگذار هم هست که این سرکوب ها منشأ میگیرند؟ سرکار خانم، به هر حال اونها از منابع فقهی و حتی بعضی وقتا قرآنی استفاده میکنن به خاطر اینکه بتونن مردم رو راضی بکنن یا شرطیشون بکنن برای اینکه به یک رفتاری تن در بدن، حتی زنان جامعه رو. ببینید در قرآن اشاره شده که زنان کشتسار مرد هستن، و یا اینکه روایت های متعددی داریم درباره اینکه به هر حال مثلا همه بدن زن عورت زن هست، یا روایت هایی داریم که درباره این که بیشترین اهالی جهنم رو زنان تشکیل میدن و متعدد درباره زنان ما مسئله داریم. مسئله خود به هر حال اینکه زنان نصف مرد هستن و نصف مرد ارث میبرن، نصف مرد شهادتشون محسوب میشه، و در هر کجا که شما وارد بشید میبینید که این موضوع هست، حتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی. خب یه دقیقه همینجا خانم مهاجر عذرخواهی میکنم، آیا فکر میکنید این نگاهی که داریم ازش روایت میکنیم از هزار و اندی سال پیش به این سمت، حالا زمینه اسلامیش رو در نظر بگیریم یا اصلا نگیریم یه بحث دیگری، فکر نمی کنید از همون زمان ترس از زن وجود داشته و کوشش شده زن تحقیر و سرکوب بشه؟ یعنی فکر نمی کنید این سرکوب امروزه ادامه همون سرکوب طولانی مدتی است که تو این سالها رواج پیدا کرده؟ من ببینید این احتیاج به یک کار تحقیقی داره که چقدر این دوتا با هم رابطه دارن و که حتما ریشه دارن، ریشه داره این ادبیات، در اون ریشه داره، ولی اینکه کارکرد این در روایات و آیات و اینها در 500 سال پیش چی بوده و الان چیه، خب این احتیاج به کار تحقیقی داره. ولی مسئله مسلم این هست که کارکرد این قبیل روایات و آیات و مسائل مختلفی که وجود داره برای کنترله، حالا میتونه در 500 سال پیش برای کنترل زن در واقع به عنوان یک ملک در حوزه خصوصی و شخصی باشه و اینکه به هر حال اونها رو همونطور که گفتین جزء مای املاک خودشون محسوب بکنن. میتونیم بریم کارکرداش رو در اون موقع بررسی بکنیم، من الان تحقیقی در این باره نکردم، ولی اینکه کارکرد این قبیل روایات امروز چیه، قطعا کنترل زنان هست به عنوان اینکه اونها رو یک جنس دوم قرار بدن، همونطوری که مثلا دیگر ادیان رو جنس یک گروه دومی قرار میدن، همونطور که مثلا یه اقوام رو دوم قرار میدن و دیگری قرار میدن. و شما وقتی یک گروه های مختلف انسانی رو خودی ندونین و غیر خودی بدونین، یک سری حکومت هایی هستن که پایه هاشون مثل در واقع دورانی، مثل لایه لایه تشکیل میشه، یعنی هرچی که به لایه و به رهبری و نزدیکتر باشی شما از امکانات بیشتری برخورداری و اعمال قدرت بیشتری میتونی بکنی، و هرچی دورتر میشی امکانات کمتر، و این خودش یه مکانیسمی رو ایجاد میکنه که افراد به خاطر داشتن مثلا امکانات بیشتر یا برای داشتن یه سری مزایا که حالا میتونیم همه مثالهاشو میدونن توی جمهوری اسلامی، سعی کنن که خودشون رو به قدرت نزدیکتر بکنن و در واقع پایه های اون قدرت سیاسی رو قوی تر بکنن. ولی خب به هر حال در ایران شما میبینید که زنان خیلی بیاید رای بدین، بدون زنان نمیشه فلان و اینها، ولی یه دفعه میبینید که در واقع 12 ماده بیانیه و یا سند آقای خامنه‌ای میده بیرون، که وقتی شما این 12 ماده رو بررسی میکنین به 2 موضوع اساسی اشاره شده، یکیش این هست که زنان نقش خانگی دارن، نقش مادری و نقش در واقع بزرگ کردن بچه، و پدران نقش اقتصادی دارن. یکیش اینه که میگه که باید به این مسئله توجه بشه که شما به هر جایی نگاه بکنید میشه ما به ازای همین سند
صدها تبعیض رو در حوزه درس، علم، کار و همه چیز علیه زنان اعمال کرد. و یه چیز دیگه هم داره که اون بسیار متاسفانه توهین‌آمیزه و مسخره، و اون اینه که مردم رو به بسیج و کارزار دعوت میکنه برای اینکه زنان سرپرست خانواده ازدواج کنند. یعنی به جای اینکه بعد از 10 سال بعد از که از این قانون میگذره مثلا بیمه خانه سر زنان سرپرست خانواده درست بشه، یا تسهیلاتی، یا راجب میانجیگری های دولت صحبت بشه، راجب مداخله گری های دولت در حمایت از زنان مثلا سرپرست خانواده بشه، ایشون میاد و اشاره به این موضوع میکنه که بایستی که یه بسیج درست بکنیم برای که زنهای سرپرست خانواده ازدواج بکنن. و ببینید تحقیر و در واقع این پایین آوردن منزلت زنان یکی از شاخصه های قدرت به شما میره. یعنی اصولا وقتی که شما قدرت رو در حوزه خانواده یا سیاست بررسی میکنید میبینید منبع میخواد، مثلا درس میخواد، طول میخواد، ثروت میخواد، منزلت اجتماعی میخواد، طبقه میخواد، خیلی چیزهای مختلفی در مسائل اجتماعی برای اینکه یک فرد وارد در واقع بتونه رشد بکنه و یا بتونه قدرت کسب بکنه برای اینکه حالا یا یه زندگی عادی بکنه یا بخواد حالا چه می‌دونم هر کار دیگه‌ای بکنه. شما می‌بینید اون رو میان از زن می‌گیرن و این رو با قانون تشدیدش می‌کنن، با اصلاح نکردن قانون تشدیدش می‌کنن، با تبلیغات تشدیدش می‌کنن، با همون طور که شما گفتین با ترس تشدیدش میکنن، برای اینکه به خوبی میدونن که زنان یکی از مؤلفه های مهم کنترل سیاسی ایران و تغییرات در ایران هستند. و به نظر من بارها این رو گفتم که البته با همراهی و 100% با کمک مردان دموکراسی خواه در جامعه و در واقع پیوند این دوتا با هم دیگه، ما میدونیم که ادعا بکنیم که تغییرات سیاسی آینده در ایران به دست زنان اتفاق میفته. امیدوارم اینطور باشه. امیدوارم اینطور باشه. بله بله. ببخشید که وسط حرف دیگه صحبت. ولی یه واقعیتی باید در نظر بگیریم خانم داودی مهاجر، تعداد مردانی که شما میفرمایید به عنوان دموکراسی خواه، به عنوان پیرو این خط، نسبت به تعداد مردانی که در شرایط فعلی به طور ناخواسته حتی همدست حکومت میشن در سرکوب زنان بیشتر، خیلی به مراتب کمتر این تعداد. یعنی مردانی که ناخواسته در جامعه خودشون میشن ابزار دست حکومت برای سرکوب زنان، از مدیر شرکتی که با تعرض جنسی به منشی خودش شرایط کار برای زنان در جامعه رو سخت میکنه، تا مردی که سر چهار را به دنبال فاحشه میگرده و با بوق زدن مزاحم ناموس مردم میشه و شرایط امن در جامعه رو برای زنان از بین میبره، بگیرید تا ابعاد گسترده تضییع حقوق زنان در حوزه های اجتماعی توسط آقایون بدون مداخله حکومت. در حقیقت ببینید ماکس وبر یه حرف خیلی خوبی داره، یه بحث خیلی خوبی داره که حتما شما میدونی، و اون بحث قدرت و اعمال قدرته. یعنی جمهوری اسلامی به عنوان کسی که داره اعمال قدرت میکنه میدونه، و به نظر من اونها میدونن اینو، و به خصوص روحانیت که سالها با مسئله پولم خیلی و قدرت درگیر بوده میدونه. قدرت یه بخشش تنبیهیه، یعنی اینکه شما برای یه چیزی رو کنترل بکنین تنبیه میکنین. یه بخشش تشویقیه، یعنی یه سری المانایی رو میذارین تو جامعه که مثلا حتی مثلا اینکه 9 ماه میتونید بعد زایمان تو خونه بمونید، اینجور تشویقه. زنا به خاطر اینکه 9 ماه بمونن فکر میکنن که او خب مثلا این چقدر خوبه، یا یه سری تشویقای قانونی که به مردا داده میشه، تبعیضهایی که خودشون هم میدونن تبعیضه ولی چون ازش بهره مند میشن اون رو تقویت میکنن. یه سری هم ببر میگه شرطی شدنه، یعنی مثلا به شما همون مسائل دینی که شما گفتین میاد تو این قسمت شرطی شدن، مثلا اگر این کارو بکنی میری بهشت، اگر این کارو بکنی میری جهنم، اگر این کارو بکنی ثوابه. بنابراین از مکانیسم های مختلفی برای اعمال قدرت، من مردان جامعه رو به این مسئله در واقع دعوت میکنم که باز خواهش میکنم ازشون که توجه بکنن که این
خورده تشویق ها باعث میشه که اونها منافع کلانی رو در جامعه و نسبت به حقوق خودشون از دست بدن. یعنی این خورده تشویق ها باعث میشه که اونها آزادی های مختلفی رو حتی در حوزه بیان و اندیشه هم بذاریم کنار، حتی در مسئله هزینه و فایده از دست بدن، یعنی حتی تو مسئله اشتغال از دست بدن، در مسئله کار از دست بدن، حتی اون چیزی که براشون مهمه، مثلا برای بعضی ها مثلا حفظ ناموس، حتی اگه اونایی که اونجوری مثلا حتی اون رو از دست بدن، برای اینکه وقتی دخترشون بزرگ میشه دانشگاه میره دیگه امنیت نداره تو خیابون راه بره، دیگه امنیت نداره که بره سر کار، دیگه امنیت اجتماعی خودش رو از دست میده، دیگه امنیت نداره که ازدواج بکنه. بخاطر اینکه شما حالا تا موقعی که حالا شوهری میتونین بعضی نابرابری ها رو بگی که خیلی خوب برای من خوبه، ولی وقتی پدر شدی و بعد دخترت اومد و گفتش که از شوهرش کتک میخوره، اون موقع میخوای چی کار بکنی؟ یعنی به نظر من مردان ما باید یه نگاه بلند مدت داشته باشن. به نظر من این سکوت در برابر بیکاری های گسترده، این که بالای 50%، این انفعال عمومی که در جامعه به وجود اومده، که خب به هر حال باید مردان ما این حرکت اجتماعی رو آغاز بکنن و دوباره برگردن به سمت اینکه از حقوق خودشون دفاع بکنن، بخش عمده ایش برمیگرده به المانهای مختلف در جاهای مختلف که با تنبیه و تشویق و شرطی کردن اونها رو به مرور زمان وادار میکنه که به خونه هاشون برگردن، یعنی عرصه عمومی رو ترک بکنن. عرصه عمومی حق ماست، عرصه عمومی اخلال در امنیت حتی به حساب نمیاد در هیچ کجای دنیایی که دنیای دموکراته، بلکه حق به حساب میاد. در حالی که اگر من امروز برم توی خیابون و توی ایران بگم که آقا من میخوام ارثم با مرد برابر باشه، میشم مخل امنیت. بنابراین مردان هم باید دیدگاه کلان داشته باشن و بدونن که هر آنچه که حتی بیکاری هایی که تو کارخونه ها سرشون میاد، حتی اینی که مثلا چه میدونم میرن حق خودشون رو بخوان برای کارشون بازداشت میشن، معلمامون، پرستارامون، نه همه این زنجیر به هم پیوسته است. شما نمیتونین بگین که من یه عرصه رو ترک میکنم بعدم بهش یه مهرم بزنین مثلا بگین فمینیستن یا تندروان یا رادیکالن، به خاطر اینکه خودتون نمیتونین باهاش باشین و بعد هزاران یا ده ها آسیب اجتماعی دیگه ای که پیش میاد رو فکر کنید که خودتون درش دخیل نیستین. چرا؟ ما هممون خودمون درش دخیل هستیم. ببینید، من این رو فقط درباره حکومت در داخل ایران هم نمیگم، ما با گروهی روبرو هستیم، نمیتونم آمار بگم، که شما ببینید که رفتارهای جمهوری اسلامی رو باز تولید میکنن. دموکراسی خواه میگن ما دموکراسی خواه هستیم، ولی همون رفتارها رو باز تولید میکنن. یعنی وقتی که از هر روشی برای حذف استفاده میکنن، مثلا برای حذف زنان، برای حذف رقیب، برای اینکه بحث نکنن، برای اینکه منافع کلان رو در نظر نگیرن، برای اینکه منفعت طلبی بیشتری بکنن، برای خیلی دلایل مختلف دیگه. چقدر خوبه که همه ماها برگردیم به خودمون و ببینیم که در طول تمام این سالها، این تربیتی که جمهوری اسلامی ما رو کرده، همه ما سالها در ایران بودیم، خود من، خب تا همه ما جز کسانی هستیم که به حال از نظر خودمون تازه به خارج از ایران اومدیم، ولو اینکه مثلا 8 9 سال هم گذشته باشه، ولی ما همیشه فکر می‌کنیم که انگار داریم داخل ایران زندگی می‌کنیم. ببینید، حتی خود من همش وقتی که یک رفتاری رو واقعا یا هر کدوم ما انجام میدیم، بعد ببینیم که چه رسوباتی از اون رفتار باقی مانده، در واقع اون رفتارهایی که جمهوری اسلامی تشویق میکنه و ترغیب میکنه برای اینکه من و شما یکی نشیم. من یه شعاری واقعا دارم و میگم یا ما همه با هم پیروز میشیم یا همه با هم شکست میخوریم. ما امکان نداره که پیروز بشیم بدون اینکه، بدون در نظر گرفتن تفاوت هامون، ایدئولوژی هامون، دینمون، اینکه به چه حکومتی معتقدیم، اینکه به چه مثلا حالا در نظامی در آینده معتقدیم، کنار هم بایستیم. هدف اولیه ما با هدف ثانویه ما فرق میکنه. سازماندهی یعنی همین. سازماندهی یعنی اینکه ما باید هدف اولیه داشته باشیم و هدف اولیه ما اینه که ما تکلیف خودمون رو با قانون اساسی جمهوری اسلامی، با مسئله ولایت فقیه، با مسئله کنترل از بالا
و با این سیستمی که در واقع آزادی های عمومی را از مردم میگیره و مردم رو تبدیل به آدم های افسرده، مضطرب، بدون نشاط میکنه که از زندگیشون لذت نبرن، در واقع از اون نجات بدیم و بعد بیایم به این فکر بکنیم که خب حالا با رأی همین مردم ما تن میدیم به اون نظامی که میخواد در واقع ارزش های دموکراتیک و ارزش های حقوق بشری رو بین ما پیاده بکنه. این اون هدف در واقع با اینکه هدف بسیار مهمیه ولی یک هدف ثانویه محسوب میشه. هدف اولیه ما بازگردوندن مردم به زندگیه. باور بکنید که من همیشه، حالا همیشه تو این برنامه میگم، به عنوان مادر، به عنوان یک زن، به عنوان یک انسان، همیشه هدف اولیه‌ام این بوده که مردم خوشحال زندگی کنن، مردم از زندگیشون لذت ببرن، مردم رفاه داشته باشن، احساس بکنن که تو کشوری هستن یا وقتی که بهش افتخار میکنن، حتی به سیستم حکومتیش، به حکمرانی مطلوبش افتخار میکنن. و این خیلی خیلی مهمه و این در گروه اینه که ما کنار هم بایستیم، زن، مرد، مسلمان، بهایی، از هر دین و گروه و حزب و دسته‌ای که هستیم. اگر ما این کارو نکنیم، یعنی که رسوخ جمهوری اسلامی در ما وجود داره، حالا هر جنسی که میخواییم باشیم و هر گروهی که میخواییم باشیم، یعنی که ما باز تولید رفتارهای جمهوری اسلامی رو میکنیم و این نیازمند اینه که در واقع بازگشت به خیشه و فکر کردن به این که برای همینه که من میگم که زنان پیش روان. چرا پیش روان؟ ببینین، شاید اولین تجربه بعد از جمهوری اسلامی که یک گروهی دور هم جمع شد و بدون در نظر گرفتن این تفاوت‌ها کنار هم ایستاد، زنان بودن. یعنی فعالیت‌های مربوط به زنان، کمپین 1,000,000 امضا، فعالین در واقع زنان کنار هم ایستادن. من به خوبی به خاطر میارم آقای آقا زمانی که من اون موقع چادر سرم میکردم، وقتی که من وارد در واقع این گروه و این فعالیت ها شدم، هر از این زنان از من نپرسیدن که خب حالا تو که چادر سرته مثلا متعلق به کدوم گروهی، مثلا اونی که، و باور کنین که من سالهای سال بعد فهمیدم که دوستان من در اونجا، مثلا ممکنه یکی از دوستای من شوهرش مثلا تو یکی از گروه ها تو جمهوری اسلامی اعدام شده بوده. یعنی ما حتی اساسا از هم نمیپرسیدیم که شما سابقتون چیه، شغلتون چیه، بلکه میگفتیم این یه سفره بزرگیه با یه سری مطالبات که همه ما با هر فکر و پس زمینه فکری که هستیم باید دورش بشینیم و برای اون تلاش بکنیم. یعنی هدف اولیه ما این بود. هدف اولیه ما این نبود که بگیم اوه حالا تو یه چادری، حالا شوهرت چه کار است، بابات چه کار است، اصلا تو رو حذف میکنیم، اصلا تو نمیتونی فمینیست باشی. ببینید این یه نمونه بسیار بسیار، یعنی یکی از، اگر شما بخواید یکی از شاخصه های حرکت زنان رو من الان خدمتتون بگم، غیر ایدئولوژیک بودن حرکت زنان بود. قطعا این غیر ایدئولوژیک بودن یک نمونه بسیار خوب برای همه ایرانی هایی که میخوان تغییر ایجاد بکنن برای اینکه از زندگیشون لذت ببرن، برای کار داشته باشن و شاد باشید. خانم مهاجر، خیلی خیلی نکته مهمی انگشتش گذاشتید، بعد واقعا اینو باز کنیم، چون این احساسی است که خود من هم در زندگیم دارم، با اینکه 33 سال از زندگیمو در خاک پاک ایران زمین گذروندم، چیز در حدود 31 سالش رو در دوره رژیم جمهوری اسلامی سپری کردم و این 6 7 سالی رو که در خارج از ایران هستم، نزدیک به 7 سالی که در خارج از ایران هستم، واقعا احساس میکنم که آمریکا با اینکه به من چیزی نداده غیر از تابعیتی که به عنوان یک پناهنده در اختیار من گذاشته، اما امنیت و آرامشی رو احساس میکنم که در سرزمین مادریم احساس نمیکردم و به تبع اون زندگی برام رنگ جذابتری داره، زندگی برام ملموستره، حسش میکنم و ازش لذت میبرم. خود شما رو وقتی من نگاه میکنم میبینم چگونه با طبیعت پیرامونتون از برف گرفته تا گل ارتباط عاطفی برقرار میکنید و چگونه اون رو با دیگران به اشتراک میگذارید و چگونه این حس زیبا و بکر طبیعت رو به دوستانتون، علاقمندانتون، فالووراتون، حتی در شبکه‌های اجتماعی منتقل می‌کنید. از یک برف ساده گرفته که ممکنه هر کجای دنیا بباره، اما توی ایران اخم و اندوه به همراه میاره، برای من، برای خود شما حتی، اما اینجا برای شما شادی و شعف کودکانه‌ای که از دوران تعطیلی مدرسه ها باقی مانده رو در شما زنده می‌کنه.
چرا این اتفاق میفته؟ واقعا مفهوم زندگی ایدئولوژیک و حکومت ایدئولوژیک در ایرانه که این کار رو با جامعه کرده، این همه خمودگی که من و شما از اون فرار کردیم و امروز میفهمیم که اون نیست و ما شادیم. ببینید یه مسئله هست، میگن که بعضی اوقات اونقدر سایه آدم ها بزرگ میکشه، شما یخ میکنین و با اینکه سایه‌شون خیلی هم ممکنه بزرگ باشه، ولی دلتون میخواد برین زیر آفتاب بشینید. ببینید، ما برای هیچ کس و هیچ حکومتی، یه حکومت مطلوب نمیتونه تمام سلیقه هاشو به همه آدما تحمیل کنه. و این تحمیل کردن سلیقه به آدما یک بالاخره حتی اگه در حوزه خانواده هم اتفاق بیفته، انسان‌ها رو دو کار میکنه با انسان‌ها، یا عصیان در انسان‌ها ایجاد میکنه، یا خشم و یا فرو رفتگی در خود، یا اینکه بخوان اون رو یه جوری در جامعه به هر حال مثلا شما آمارای مختلفی از دعوا و فلان و فلان میبینید، یا اینکه سرخوردگی و انواع و اقسام افسردگی ها. چند تا شاخصه وجود داره که در حکومت های دموکراتیک اتفاق میفته. چرا حکومت‌های دموکراتیک ما میگیم خوبه؟ حالا جدا از اینکه اگه بخوایم بررسیش کنیم بسیار بحث جالبیه، ولی یکیش اینه که شما به هر حال از قضاوت شدن، یعنی حکومت‌های ایدئولوژیک همیشه قضاوت میکنن. حالا من خودم به عنوان کسی که همین نقد رو بر مارکسیسم میکنم، جدا از تئوری‌های مختلفی که داره، ولی اینکه تو یه گروهی و من یه گروه و این گروه بهتره، یک سری بایدها و نبایدها تحت هر عنوانی، یک سری بایدها و نبایدهایی که میاد تو عرصه خصوصی شما، میاد تو رفتار شما، میاد تو شکل لباس شما، شما رو تبدیل میکنه به یه آدم متظاهر، به یه آدم ریاکار، شما رو ببخشید بلا تشبیه به شما میگم، همه ماها رو که میخوایم مدرسه بریم اسم بنویسیم این مشکل رو داریم، میخوایم دانشگاه بریم این مشکل رو داریم، میخوایم تو خیابون راه بریم مشکل رو داریم، و ما آدمایی هستیم که میخوایم خودمون باشیم، و این خودمون بودن شاید بزرگترین لذته که یک بشری میتونه داشته باشه، یعنی به دیگران بگه که من همین هستم. شما ببینید وقتی من میرم و عکس میذارم از اینکه دارم مثلا برف بازی میکنم، علتش حالا درسته که اینه که میخوام خوشحالیامو تقسیم بکنم، ولی و حتی طبیعت رو نشون بدم و عشق به طبیعت، ولی یه علت دیگه اش اینه که من میتونم برف بازی کنم بدون اینکه بگن که این خانم فلانیه که مثلا ادعا میکنه که سیاسی فعال حقوق بشر یا فلانه، حالا که دیگه برف بازی میکنه مثلا آدم سبکیه، حالا که برف بازی میکنه راجبش ده ها قضاوت بشه. نه اتفاقا این قضاوت برعکس خانم الان برای شما دقیقا پیام‌آور نوع زندگی شادی هستید که مردم ندارنش امروز. بله، ببینید مثلا یه مثالی بزنم برای هموطنهای خوبم که همشون تک تک مثل هم میبینید. ببینید من خب گفتم که خب مثلا من چادر سرم میکردم و من خیلی تاب بازی دوست داشتم، مثلا از بچگی خیلی تاب بازی دوست داشتم. بعد میذاشتم شب میشد ساعت 12:01 میشد، با بچه ها میرفتیم یه جایی که مثلا ممکنه، و من مثلا 12:02 نصف شب میرفتم تاب بازی میکردم یا سرسره سواری میکردم. ببینید این تاب بازی کردن یا سرسره سواری کردن، اصلا شما دوست دارین تاب سوار شید، این که شما رو نذارن حتی سرسره سوار شید، برای اینکه زنی، برای اینکه مثلا باید یه سری قواعد خاص داشته باشید، برای اینکه اگر این کارو بکنی زن بدی محسوب میشی، یا حتی این برای مردان جامعه ما هم هست، آستین کوتاه، حالا خدا رو شکر الان یه ذره چیز شده، ولی بازم اونها وادار به تظاهر و ریا و دروغ میشن، و شما باید به خودت میگی چرا من باید اینطوری زندگی کنم، چرا من باید اونطور که هستم، اونطور که دوست دارم نباشم، و بعد دیگران راجع به من قضاوت نکنن. و برای همینه که میگم که همه تغییرات که ما ازش صحبت میکنیم این نیستش که، درست خیلی مهمه آزادی بیان و اندیشه و همه اینا جز اونا میگنجه، ولی همش این نیست، همش یعنی بخش عمدهش اینه که شما چطور میخواین زندگی کنین و چطور میخواین از زندگیتون لذت ببرین و آزاد باشین اونطور که میخواین از زندگیتون لذت ببرین، و قوانین شما رو حمایت بکنن از اینکه از زندگیتون لذت ببرین. اگر کودک کار میبینین بتونین که، یعنی نباید ببینیم، و چه مکانیزمی وجود داره برای اینکه
مردم مشارکت بکنن تا این کودک کار از بین بره. من یه مثالی برای شما بزنم که من خودم باور نمی کردم. من تصمیم گرفتم که شنبه ها، حالا برای اینکه تعریف از خودم نشه، برای اینکه یه ذره زبانم هم قوی بشه، شنبه ها برم و شروع کنم توی یک مثلا به اسم خودمون پرورشگاهی، مثلا سه روزی 3 ساعت 4 ساعت برم بچه هایی رو که خیلی نوزادن و توی مثلا نگهداری کنم و با این بچه ها مثلا با خانواده هاشون ارتباط برقرار کنم. بعد من هر چی تو گوگل سرچ میکردم پیدا نمیکردم هیچ پرورشگاهی در منطقه که من زندگی میکنم ویرجینیا، و تعجب کردم و فکر کردم که خب من چون زبانم شاید خوب نیست و بلد نیستم و اینا، شاید نمیتونم پیدا کنم. و به یکی از دوستان امریکایی میخواستم که این کار برای من بکنه و اون اومد گفتش که نه تو درست فکر کردی، حالا منم میرم برات سرچ میکنم. آقای آقا زمانی، در منطقه بزرگ ویرجینیا یک پرورشگاه نبود، باورتون میشه؟ برین سرچ کنین. من تعجب کردم، گفتم مگه میشه پرورشگاه نباشه؟ مگه میشه این هم؟ به خاطر اینکه مردم تمام این بچه هایی رو که در این شرایط قرار میرن آداپت میکنن و به فرزندی قبولشون میکنن. بله، یعنی مسئولیت اجتماعی مردم فاستر کر رو که به یکی از دستاوردهای بزرگ دولت ایالات متحده آمریکا در 50 سال گذشته است که تونسته از قوانینی برای حمایت از کودکان بهره ببره که خانواده ها رو ملزم و تشویق به اعطای خانواده به کودکان بی سرپرست کنه. چرا ما نکنیم؟ چرا تو کشور ما نباشه؟ چرا ایرانی ها که اینقدر مهربونن، اینقدر چرا اینا نکنن؟ چرا سیستم نمیاد به چنین، به جایی که هی بگه قرب فلان قرب اینه قرب اونه قرب، چرا نمیاد و نمیبینه که اینا چجوری اومدن و آسیب های اجتماعیشون رو حل کردن و به مردمشون همون آرامش و امنیتی که شما میدین بخشیدن؟ من اولین بار که تصمیم گرفتم به ایران برنگردم، چون من اومده بودم 25 روزه باشه، زنگ زدم و به دخترم در ایران و گفتم که مادر من بر نمیگردم. گفت چرا؟ گفتم مامان به خاطر اینکه اینجا من یک حس بسیار عجیبی دارم و اون حس نترسیدنه. و این حس نترسیدن از اینکه تو از موقعی که از خونه میای بیرون یا تو موقعی که تو خونه ای حمایت های قانونی ازت چیه؟ در همه موارد بین مرد و زن هیچ فرقی نمیکنه. من معتقدم قوانین تبعیض زامیز اگر از بین بره، اول برای مردا خوبه، چون به جای این همه طلاق عشق میاره توی خونه، چون به جای این همه جدایی و به جای این همه دعوا محبت میاره تو خونه، برای اینکه زن احساس میکنه که از حق و حقوقی برخورداره که حمایت میشه. و اون وقت اگه بفهمه که نیست عصبی میشه، برای اینکه میدونه انسانه، میدونه که دلش میخواد مثلا درباره مسکنش، درباره کارش، در مورد دانشگاهش نظر بده و هیچ اشکالی هیچ کدوم اینها نداره. بنابراین ما هرچی که میگیم و دولت جمهوری اسلامی ماها رو میخواد بگه که خب اینا اینن اونن فلانن و مردم هم مطمئنن باور نمیکنن، اینه که ما میخواییم که همه مردممون فقط شاد زندگی کنن و بهرمند بشن از همه حقوقی که به اونها شادی و عشق و احساس امنیت میده. و من واقعا امیدوارم و این مسئله شغل برای مردم، شما میدونین بزرگترین ترس همیشه برای همه انسان ها یکیش نداشتن شغل بوده، چون عزت نفس از آدم میگیره. بله. و وقتی بالای 50% مردم ایران شغل ندارن، یعنی 50% مردم ایران احساس عزت نفس و بزرگی نمی کنن. و این یکی از آسیبای بزرگ اجتماعی ماست. خب چرا ما نیاییم الگو نگیریم و چرا بریم کارایی بکنیم که موجب بشه که 50% مردم ما شغل نداشته باشن؟ بنابراین من فکر میکنم که مردم ما یک راه بیشتر ندارن واقعا. و اون اینه که یه دوستی یه حرف خیلی قشنگی رو زد یه روزی به من و گفتش که مشکل اینه که بعضی ها فکر میکنن که اگر این درختی رو که میوه نمیده بیایم هی بهش مثلا اسپری بزنیم که آره این چه میدونم مواد زائدش از بین بره، سم چیزایی که داره، الان لغتش یادم رفته، این نیست، این زمین خاکش خرابه و کرم توی خاک این زمینه و باید این خاک که به نظر من قانون اساسی جمهوری اسلامیه و خود نظام جمهوری اسلامیه و خود رهبران جمهوری اسلامی هستن، که من یه مقاله چند روز پیش نوشتم آقای آزمانی که در باره خانم نرگس محمدی، که نرگس یه چیزی رو در ذهن من زنده کرد
و اون چون هر کی از نرگس صحبت میکنه میگه آخ دو تا بچه داره. نه، نرگس قبل از اینکه بره زندان میدونسته دو تا بچه داره، قبل از اینکه این راهو شروع کنه میدونسته بچه داره. مثل همه مردایی که بچه دارن میان توی این راه، چرا هی مظلوم نمایی اینجوری بکنیم؟ چرا نگیم که نرگس با همه، حالا این یه حرف کناریه ولی برمیگردم به حرف اصلی، من توی اون مقاله یه چیزی رو اشاره کردم و گفتم که جمهوری اسلامی با دو تا خصوصیت نسج گرفت و با دو تا خصوصیت داره ادامه میده و ما رو داره تربیت میکنه. مراقب باشیم که توی این نیفتیم. اولیش کینه است و دومیش انتقام. و نذارین و اجازه ندین که این کینه از همدیگه، از این گروه و از اون گروه، از این دین و از اون دین، از مرد، از نمیدونم این قوم و اون قوم، از این ملت، یعنی امریکا دشمن، یعنی و این حس انتقامی که باعث میشه که یه فرد بشینه تو مدرسه رفاه و بالای سرش صدای گلوله ها رو بشنوه که دارن یه عده ای رو تیربارون میکنن و ککش نگزه. و تا امروز که مثلا شما انواع و اقسام قتلا رو میبینین، انواع و اقسام جنایت ها رو میبینین که انجام میدن، از این دو خصوصیت جمهوری اسلامی برمیاد، کینه و انتقام. و من واقعا میدونم که مردم ایران دوست ندارن با کینه و انتقام زندگی کنن. تک تک ما دوست نداریم با کینه و انتقام زندگی کنیم و این فرهنگیه که اینها حاکمان ایرانی برای ما آوردن و میخوان که ما حاملانش باشیم و حملش کنیم. ما زنان به عنوان گروهی که میتونیم فرهنگ رو دوش به دوش انتقال بدیم و ما هرگز چنین فرهنگی رو انتقال نمیدیم، هرگز چنین فرهنگی رو انتقال نمیدیم. هر بلای سر ما بیاد، ما باز هم درباره این که میبایست که همه چیز در واقع با رواداری، یکی از اصولی که در حقوق بشر هست مسئله رواداریه، با رواداری و مدارا باشه و با اون بره جلو. این چیزیه که ما، این در واقع مانیفستیه که ما ازش صحبت میکنیم. هیچ مرد و زن نداره، هیچ این دین و اون دین نداره. من به عنوان یک مسلمان سید عاشق تمام بهایی ها، عاشق تمام بهایی ها، و اینکه انقدر از اینا خوبی دیدم و انقدر از اینا بد دیدم. من به عنوان چه میدونم یه آدمی که تو تهران بزرگ شدم عاشق تمام کردای ایرانم، به خاطر اینکه زیباترین لباسای ایرانو میپوشن، به خاطر اینکه بهترین آهنگا رو مینوازن. هر وقت دلگیر میشم میرم آهنگای ترکی گوش میدم، به خاطر دوستای ترک زبانم میرم، حالا یا آذری زبانم، میرم و آهنگ خودم که متوجه نمیشم میرم آهنگ آذری میذارم، برای اینکه فکر میکنم ای دوستم که مثلا فلانه الان با این آهنگ خوشحال میشه. ما باید نگاهمون به هم دیگه تغییر کنه. ما باید نگاهمون رو از اون نگاهی که جمهوری اسلامی و زنان باید پرچم داره این نگاه باشه، این تغییر نگاه باشه. البته منظورتونه خانم داوودی مهاجر، من تمام سوالام مونده ولی وقت برنامه‌مون به اتمام رسیده. من میخوام همین تغییر نگاه رو اگر همین جای من قول بدید بکنم محور گفتگوی هفته آیندهمون، روی همین موضوع توانمندسازی زنان و تغییر نگاه به شرایط اجتماعی امروز در ایران. و تقاضا میکنم همه شنونده ها هر کجای صحبت من رو که اشکال بهش میبینن، ایراد بهش میبینن، حتما با هم مطرح بکنیم برای اینکه بازش بکنیم، برای اینکه یه مانیفسته و باید روی این مانیفست کار بشه. قطعا حتما مطرح بکنین، من خودم شخصا منتظرم. قطعا من قول مصاحبه بعدی رو هم از شما همینجا گرفتم. سپاسگزارم فریبا داوودی مهاجر، کنشگر حقوق زنان و فعال اجتماعی که از پایتخت ایالات متحده آمریکا واشنگتن همراه ما بودید. وقت خوش و خدا نگهدار. از شما خوبان هم سپاسگزارم که بیننده این برنامه بودید. خدا نگهدار.